خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ تقریبا سال 2014 یکی از دوستان اهل موسیقی من راجب پیرترین تنبورنواز ایران با من صحبت کرد و گفت که شخصیت بسیار معنوی و جالبی داره و 120 سالشه و پیرترین تنبورنواز ایران هست. همچنین دوست دیگر موسیقیدانم که در این فیلم هم آقای دکتر کاظمی هستن، ایشون هم منو تشویق کرد که فیلمی راجع به تنبورنوازان اهل حق یا یارسان بسازم و به خصوص سید قدمیار حسینی، پیرترین تنبورنواز ایران. به طب آماده شدن و مهیا کردن سفر از کانادا به ایران برای ساخت چنین فیلمی به اصطلاح ابزار و لوازم و شرایط مادی معنوی خودش رو داشت و تا من بخوام این ابزار رو آماده بکنم متاسفانه دیر شد و سید قدمیار حسینی در سن 120 سالی فوت کردن. این پایان ماجرا نبود و در واقع یک انگیزه شد که من بیشتر راجع به سید قدمیار و ساز تنبور تحقیق و جستجو کنم و بیشتر جستجو کردم که ببینم این مقدس بودن ساز تنبور در بین اهل حق و پیروان یارسان از کجا سرچشمه میگیره. این سرآغازی بود برای یک سفر و یک سیر در این ساز باستانی و من این رو به عنوان یک مستند ساز از کانادا شروع کردم، رفتم به ایران و سلمان یکی از 7 نوه تنبور نواز سید قدمیار رو پیدا کردم و به اتفاق سلمان از تهران سفری رو آغاز کردیم به سوی کرمانشاه و شهر صحنه و از آنجا به روستای بکتر سفلا، یعنی جایی که سید قدمیار به دنیا آمده بود و در همونجا به اصطلاح آرامگاهش قرار داره. این سفر در واقع یک بهانه است برای جستجو و کشف راز و رمز سازی 7000 ساله که قدمتی کهن در فرهنگ و تمدن باستانی ایران داره و در واقع یک تلنگریست بر ما که بیشتر راجع به این گنجینه فرهنگی خودمون توجه بیشتری بکنیم و در پی کشف این رازهای این ساز تنبور باشیم. تنبور باعث میشه که ما با پیشینه فرهنگی خودمون، با گذشته خودمون آشنا بشیم، ادبیات کهن ما و اون داشته های غنی فرهنگی ما یک گنجه. این ساز ریشش از کشور ایران بوده، به اقصا نقاط جهان سفر میکنه، شکلش عوض میشه، اسمش عوض میشه، اما هنوز ریشش در ایرانه.
این برای من شبیه یک آدم مهاجریه که در طول مثلا 30 سال چند جای دنیا رو میره به دنبال یه زندگی حالا بهتره از دیده مهاجر، ولی نهایتاً اون ریشه های خودش رو حفظ میکنه. شما ابعاد مختلفی رو توی این مستند میتونید از این سوژه پیدا بکنید، از این ساز. شما میتونید توی این فیلم روایت های شفاهی که راجع به این ساز هست و روایت های اسطوره‌ای که به ادبیات کهن ایران برمیگرده، شما شاهنامه فردوسی رو میبینید و هفت خان رستم رو و خان چهارم این هفت خان رو که رستم چگونه در اونجا تنبور میزنه، اردشیر بابکان چطور تنبور میزده، مولانا، حافظ، ابوسعید ابوالخیر، شما با این مقوله ها آشنا میشید و ابعاد مختلفی رو در واقع از این گنجینه کهن ادبیات ایران بیرون میاره که به ساز تنبور مربوط میشه. و به هر حال این پروژه یک 2 سالی همونجور که گفتم با 2 بار رفتم به شهر صحنه و روستاهای اطرافش و ضبط نغمه های یارسان طول کشید و بعد از اون هم که چند ماهی صرف تدوین فیلم و مسائل فنی فیلم شد تا تونستیم فیلم رو برای یک اکران خصوصی آماده بکنیم که خب با بازتاب‌های خوبی روبرو بود. موفق بود، 100% موفق بود. خیلی زحمت کشیده بود، خیلی. و کاری به این دلیل کار عارف محمدی که من به خاطرش از لس آنجلس بلند شدم اینجا در این فاصله بسیار کم با عشق والنتیرلی به قول معروف، اینه که عارف محمدی با این تکنیکی که بلده میتونست بیاد راجع به یک چیزی فیلم بسازه که همه بدونن چیه و برای اومدنش سر و دست بش کنن. بعد افتاد یه چیزی رو پیدا کرده که دلش میخواد از عمق یک معدن رفته یک طلایی رو استخراج کرده و برده و داره به ما نشون میده. میدونی این خیلی کار، این کار با ارزش یک هنرمند مستقله، یه آدم زیبا اندیشه. There's mythological connections and historical connections that he brought out, and again that this is so widespread an instrument, but the practice of this particular style of tambour and the repertoire that they play is very specific to the Yarsan culture, and they use the music as a medium, because music is vibrations, and so they're changing the vibrations in the room through the music and with your body and your soul. When you're playing the tambour, it's right against your belly, and if you're playing well, you can feel that resonance, and it's just a massive feedback cycle of energy. So as a player's point of view, I feel that energy right away, but I think he did a fantastic job of bringing out the mythology and all the stories and symbolism that was very deep. به نظر من توی پرداخت موضوع و فرم روایت، فیلم آواز خدا یه فیلم بسیار موفقی بوده. تونسته که به بهترین نحو با ناگفته ها، با صدا، با تصاویر، با قاب‌بندی‌های خاص،
حتی اگر یه مقداری هم پا خارج از اون ارتودکسی مستند در دخل و تصرف در موضوع و دخل و تصرف در میزانسن و روایت به خرج داده، یعنی یه کمی پا فراتر از ارتودکسی سینمای مستند گذاشته، باز موفق بوده در اینکه اصل مطلب رو به بهترین نحو ممکنه بیان بکنه. اولین مشکل عمده‌ای که سر راهم بود به عنوان یک آدم مستقلی که میخوام این فیلم رو کار بکنم، در واقع پیدا کردن بودجه‌ای برای پیشبرد این پروژه بود. تقریبا میتونم بگم 70% کار فیلم با هزینه‌های شخصی خودم بود و 30% با کمک اینها. تازه اول راه هستیم، یعنی هنوز هم همه هزینه‌های زیادی برای پروموت کردن فیلم، برای اینکه فیلم رو بتونیم به نمایش در بیاریم، فیلم رو به جاهای مختلف بفرستیم، فستیوال‌های مختلف، اینا تبلیغات داره، هزینه‌های مختلفی رو داره و به هر حال این یک راهیه که برای یک آدم مستقل به تنهایی بسیار دشوار است، مگر اینکه در این بین حمایت‌های مردمی و حمایت‌های ارگانی صورت بگیره، ارگانایی که در منظورم در دیستریبیوت کردن، در پخش فیلم، شرکت‌هایی که کارشون این آدم بتونه با اینها به اصطلاح متصل بشه، کانکت بشه و بتونه از این کمک ها استفاده بکنه برای اینکه فیلم بیشتر دیده بشه. از ویژگی های اصلی فیلم رنگ خود، آواز خدا، یک این هستش که احساس زمان نمیشد، مخاطب رو با خودش میبره داستان، با وجود اینکه موضوع ثقیل و ناآشنایی برای مخاطب ایرانی یا خارجی هم هستش، به هیچ وجه مخاطب گم نمیشه، گیج نمیشه و میمونه با داستان، حرکت میکنه با داستان، سوالا به موقع مطرح میشه، به موقع جواب داده میشه و از نظر استتیکی هم خیلی لذت بخش بود دیدن اون فیلم. یعنی آدم نگاه میکرد، از تصاویر لذت میبرد، کاری که رو صدا شده بود با سلیقه انجام شده بود و موضوع رو خوب پرداخته بود. Just hope this film gets out there and people learn more about it. People are listening, a lot of people are listening to this music, but out of the not knowing this context. So I think this is really a fantastic way to get the message out and for people to learn and appreciate why this music is so special. شما میتونید از طریق فیسبوک کمپانی پروداکشن فیلم نیو ویو آرتیستیک گروپ، وبسایت خودم هست arifmohammadi.com، وبسایت فیلم هست songofgod.ca و صفحه فیسبوک فیلم که با اسم Song of God هست. از هر کدوم از اینا که وارد بشید شما مطمئنن با آخرین اخبار مربوط به فیلم و نمایش های اون آشنا خواهید شد. ما یک کمپینی هم حتی داریم راه اندازی میکنیم به توصیه خیلی از کسایی که خودشون مایل بودن کمک بکنن. کمپین در واقع یک فاندریزینگی است برای فیلم که از طریق شبکه مجازی و سوشال میدیا این رو دوستان میتونن به همدیگه پخش کنن و به اشتراک بذارن. من اگر بخوام در واقع یک پیام یا یک جمله تأثیرگذاری که در فیلم برای خود من و جالبی که برای خیلی از بینندگان وجود داشته رو منعکس بکنم، جمله آخری است که دختر جوان تنبورنواز در این مستند رو به دوربین میگه و اون جمله اینه که کاش روزی برسه که همه به جای اسلحه ساز در دست بگیرند.